بذارین همین اول برنامه یه سلام درست و حسابی به شما بکنم. سلام گلای خندون، سلام بادندون، سلام بیدندون، سلام به هر پرنده که توی باغ میخنده، سلام به دشت و دریا، سلام به کوه و صحرا، سلام به روی ماه همه شما بچه‌های خوشگلی که نشستین توی خونه هاتون و دارین این برنامه رو تماشا میکنین. امروزم مثل دفعه های پیش قراره که با همدیگه از روی کتاب داستان قصه بخونیم، شعر بخونیم و کلی چیزای جدید یاد بگیریم. امروز میخوام در عکس روزای گذشته که بوزی میومد حواسمون رو پرت میکرد، پیشی میومد خونه رو به هم ریخت، تون 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 همه چی رو پشت سر هم انجام بدم بدون اینکه کسی بیاد وسط برنامه و برنامه ما رو خراب کنه. ایوا ایوا این چیه دیگه؟ امروز ببینین کی اومده برنامه رو خراب کنه. خوشگلی هستی تو آخه، چه بالای نرمی داره جوجو، چه رنگ قشنگی داره، منقارش هم که نارنجیه. چیک 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 چیک، انقدر چیک چیک میکنه لابد گشنشه یا تشنشه. اب نداره، الان میرم بهش غذا میدم. چیک چیک چیک، شادم ناراحت انقدر چیک چیک میکنه. چیک چیک چیک، آها یادم افتاد من یه شعر بردم، شعر جوجو. فکر کنم این شعر رو بخونیم یکم جوجو خوشحال بشه، شاید اینطوری کمتر جیک جیک کنه. اگه که شما هم حاضرین بریم شعر رو با هم دیگه بخونیم ببینیم چی میشه. 1 2 3 جیکو جیکو جیک، گنجش طولانه میخونه آواز چه شادمانه. جیکو جیکو جیک، گنجش طولانه میخونه آواز چه شادمانه. میپره بالا میپره پایین، بالا رو درخت پایین رو زمین. میپره بالا میپره پایین، بالا رو درخت پایین رو زمین. جیکو جیکو جیک، گنجش طولانه میخونه آواز چه شادمانه. جیکو جیکو جیک، گنجش طولانه میخونه آواز چه شادمانه. میپره بالا میپره پایین، بالا رو درخت پایین رو زمین. میپره بالا میپره پایین، بالا رو درخت پایین رو زمین. آخی جوجو مثل این که دیگه چیک چیک نمی کنه. فکر کنم ناراحتیش با این شعر برطرف شد. حالا بریم با هم سراغ ادامه برنامه. اگه که حاضرین بیایم بریم سراغ کوله پشتی و ببینیم قصه که امروز قراره با هم دیگه بخونیم راجبه چی میتونه باشه. این کوله پشتی منه. This is my backpack. بذارین بازش کنم و ببینم قصه امروز راجبه چیه. قصه امروز راجبه
یعنی این چی میتونه باشه؟ یه دایره کوچیک سیاه. ای وای، الان بارونم که شروع کرد به باریدن. بذارین اصلا قبل از اینکه قصه رو با هم دیگه شروع کنیم بخوندن، بیایم شعر بارون رو بخونیم تا من بگم بارون چرا انقدر خوبه، چرا انقدر تو زندگی ما مهمه. حاضرین با هم دیگه شعر بارون رو بخونیم؟ 1 2 3 حالا دستاتون رو بیارین بالا و با من شروع کنیم. چک چک باران از تو آسمان میباره، نم نم روی درختان، قطره های آب تازه و شاداب، رنگین کمان شد تو نور آفتاب. چک چک باران از تو آسمان میباره، نم نم روی درختان، قطره های آب تازه و شاداب، رنگین کمان شد تو نور آفتاب. حالا که شعر بارون رو با هم دیگه خوندیم، بذارین بهتون بگم چرا بارون چیز مهمیه. درسته که وقتی که بارون میاد هوا تاریک میشه، درسته که اگه بریم بیرون خیس ممکنه بشیم، حتی اینم درسته که بعضی وقتا به خاطر بارون اصلا نمیتونیم بریم بیرون، مجبور میشیم خونه بمونیم. اما آب بارون خیلی برای ما، برای زمین و همه موجودات زندگی که روی زندگی میکنن مهمه. وقتی که بارون میاد گلا، درختا، گیاها، همه اینا از آب سیر میشن. بارون که میاد میره داخل رودخونه ها، میره داخل دریاها و همه جاهایی که موجودات دریایی دارن زندگی میکنن و باعث میشه که اونا به زندگیشون ادامه بدن. پس یادتون باشه که وقتی که بارون اومد خوشحال بشین، به جای که ناراحت بشین، چون خیلی اتفاقای خوب میفته با اومدن بارون. حالا که شعرمون هم خوندیم دیگه وقتشه که بریم سراغ قصه امروز. قصه امروز راجبه یه دونه نقطه است. بریم ببینیم کتابی که قراره بخونیم اسمش چیه. کتابی هم که قراره بخونیم اسمش نقطه است. بریم این قصه رو با هم شروع کنیم. همونطور که براتون تعریف کردم، داستانی که امروز میخواییم با هم دیگه بخونیم اسمش هست نقطه. کسی که این کتاب رو نوشتن آقای پیتر رینولدز و کسی که کتاب رو ترجمه کردن به فارسی خانم اکرم حسن هستن. این کتاب محصول شرکت انتشارات علمی و فرهنگی هست. حالا بریم ببینیم این داستان قصهش چیه. کلاس هنر تموم شده بود، اما واشتی مثل سیریش به صندلیش چسبیده بود. کاغذ نقاشیش سفید بود. معلم واشتی روی برگه سفید اون خم شد. گفت: آها، یه خرس قطبی تو طوفان برف. واشتی گفت: خیلی مسخره است، من هنوز نمیتونم نقاشی بکشم. معلم لبخندی زد: خب یه خط، علامت یا یه چیزی بکش و ببین تو رو کجاها میبره. واشتی چنگ زد و ماژیکی برداشت و ضربه محکمی روی کاغذ زد. بفرمایین. معلم کاغذ رو از روی میز برداشت و با دقت نگاش کرد. بعد کاغذ رو به طرف واشتی گرفت و با مهربونی بهش گفت: حالا امضاش کن. واشتی لحظه ای فکر کرد: خب شاید بلد نباشم نقاشی بکشم، اما میتونم که اسمم رو امضا کنم. هفته بعد وقتی واشتی به کلاس هنر رفت،
از دیدن تابلویی که بالای میز معلمش به دیوار آویزون بود چشاش گرد شد. اون همون نقطه کوچیکی بود که واشتی کشیده بود. نقطه اون. نقطه توی یک قاب طلایی کنگره‌ای. میتونم نقطه بهتر از اون بکشم. اون جعبه آبرنگ‌های دست نخوردهش رو باز کرد و شروع کرد به نقاشی کشیدن. واشتی همینطور نقاشی کشید و کشید. یه نقطه قرمز، یه نقطه بنفش، یه نقطه زرد، یه نقطه آبی. آبی رو با زرد ترکیب کرد. اون وقت فهمید با اون میتونه نقطه سبز بکشه. واشتی دائم رنگ‌ها رو آزمایش میکرد. یک عالمه نقطه‌های کوچیک با رنگ‌های بسیار زیاد. اگه بتونم نقطه‌های کوچیک بکشم، پس نقطه‌های بزرگم میتونم بکشم. واشتی برای کشیدن نقطه‌های بزرگتر، قلموی بزرگتری برداشت و روی کاغذ بزرگتری رنگاشو پاشید. واشتی حتی بدون اینکه نقطه‌ای بکشه، یه نقطه نقاشی کرد. چند هفته بعد تو نمایشگاه مدرسه هنر نقطه های بسیار زیاد واشتی حسابی سر و صدا به پا کردن. واشتی توی نمایشگاه متوجه شد پسرکی به اون زل زده. پسر گفت تو واقعا نقاش بزرگی هستی. کاش که منم میتونستم نقاشی بکشم. واشتی گفت شرط میبندم که تو هم میتونی. من؟ نه نمیتونم. من حتی با خط کشم نمیتونم یه خط صاف بکشم. واشتی لبخندی زد. اون کاغذ سفیدی به پسرک داد و گفت به من نشون بده. وقتی پسرک داشت خطی روی کاغذ میکشید، مداد توی دستش میلرزید. واشتی به خط کج و کوله پسر خیره شد و بعد گفت امضاش کن. حالا بچه ها، به نظر شما پسر کوچولوی این داستان خط کج و کولش رو امضا میکنه؟ اگر امضا کنه، به نظرتون خطای کج و کولش مثل نقطه های واشتی انقدر معروف میشه؟ خب بچه ها، بگیم ببینم داستان نقطه رو دوست داشتین؟ بله یا نه؟ خیر. الان وقت اینه که یه دونی دیگه از شعرهای کتاب بازی با انگشت‌ها رو با هم دیگه بخونیم. این کتاب رو آقای مصطفی رحمان دوست شعراشو گفتن و خانم حاله ایلادن نقاشیاشو کشیدن. کتاب محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستش. شعری که امروز براتون انتخاب کردم راجع به چند تا مرغ و خروسه که دوباره توی یه دونه کف دست با همدیگه زندگی میکردن. حالا اگه شما میتونین لطفاً دستتون رو بیارین بالا، انگشتاتون رو تا جایی که میتونین از هم فاصله بدین و بیاین با من بشمارین ببینیم یه دونه دست چند تا انگشت داره. حاضرین؟ بیاین شروع کنیم. 1 2 3 4 5. یه بار دیگه بشماریم. 1 2 3 4 و 5. به نظر میرسه که حالا شما هم حاضر و آماده این که با من این شعر رو بخونیم. چند تا مرغ و خروس توی خونه ای زندگی میکردن. یه روز اولی بیدار شد و جیک جیکا کرد. دومی خوابش می اومد، لالا کرد. سومی هم قوقولی قوقو صدا کرد. چهارمی گفت مرغمو قدقدا کرد. انگشت شست بدون داد و فریاد گفت
روباهم وای دهنم آب افتاد. کاش همه رو میبردم یکی یکی میخوردم. اینم از شعر امروز، یکم ترسناک بود. خب حالا گفتیم دیگه وقت چیه؟ آفر، وقت خداحافظیه. اما ما میدونیم که دوباره قرار همدیگر رو ببینیم، پس شاد میشیم و خوشحال و شاد و سرخوش تکون میدیم دستامونو، میگیم خدا نگهدار. شاد میشیم و خوشحال و شاد و سرخوش تکون میدیم دستامونو، میگیم خدا نگهدار، میگیم خدا نگهدار، خدا نگهدار بچه ها، خدا حافظ.